خب دکتر بای محترم، با تعقیب لکچر اول ما که مش مو درباره سابجکتیو پارت اف دات هیستوری گپ استیم دکتر با بخش دوم را شروع میکنیم که عبارت از ابجکتیو پارت اف دات استوری، و با عرض معذرت که در لکچر اول در مقابل کمک صدا پخش آمده، میخواهیم که باز دوباره خود یک معرفی کنم. اسم ما احمد میلاد، تخلصم سبون است، ما ترنر متخصص داخلی اطفال هستم، و بعد از این لکچر اطفال تا مربوط ما میشه شروع از این لکچرها را به خاطر ازی از تاریخ کردیم که بسیار بخش مهم است، و خواستم که این بخش هم شما به صورت درست یاد بگیریم و انشاءالله که بتانیم که پیش بریم. پس در بخش ابجکتیو دکتر سیفای محترم، اولین بخش که با شما میبینیم که در بخش چی از کدام بخش ها در بخش ابجکتیو شامل است. فیزیکال اگزامینیشن هاست که بخیر تمام فیزیکال اگزامینیشن تمام سیستم ها را به صورت جداگانه بخیر میخوانیم. وایتال ساین اف د چیلدرن که بسیار مهم است که شما باید ساین های حیاتی اطفال که از آر آر، پی آر، اچ آر، یعنی از هرت ریت، پلس ریت، ریسپیرت ریت یا تمام شامل است باید بخیر بفهمیم، حتی تا فشارهایش بخیر. و بالاخره ما شما درباره انتروپومتریک اسسمنت است که درباره ارزیابی های انتروپومتریک بعضی معیارهایی است که بخیر ما شما. و بالاخره ما شما وقت دکتر با در بخش فیزیکال اگزامینیشن بعض میار هاست، مثلا انتروپومتریک اسسمنت است، گفتیم که این اسسمنت ها را بخیر بوز شما تمامش را در بخش گروت و دیولپمنت میخوانیم. این شامل از است که طفل نوزاد راسش چقدر باشه، صدرش باید به کدام اندازه باشه، قدش به کدام اندازه باشه، وزنش کدام اندازه باشه. یعنی مثلا گفته که هید سرکمفرنس، کراون هیل لنت که لنت یا طولش است، چست سرکمفرنس، و بالاخره ام یو ای سی که عبارت از محیط بازویش است که mid upper arm circumference. اینی بخش هایی که ما ذکر نمی کنم در بارش تشریحات نمی تونم، اینه بخیر ما شما در درس های بعدی در گروت و دیولاپمنت با امو سعی می خوانیم و تمام میارایش بخیر مطالعه می کنیم. فقط چیزایی که مربوط ما میشه ای است که زمانی که ما سیستم تنفسی را در فیزیکال اگزامینیشن گپ می زنیم دکتر با، اول ما شما بخش تفتیش است. در تفتیش چیزی که بسیار مهم از دکتر با respiratory rate است، یعنی در اول شما باید تعداد ریت تنفس یک طفل بفهمین که نرمالش به کدام اندازه است، و چی وقت ما گفتم میتونم که یک طفل مصاب تکپنی است. دکتر با بسات نرمال طفلایی که از دو ماه پایین باشه، یعنی از یک طفل یا نوزاد نو تولد الا دو ماه 59 نرمال است الا 59، اما زمانی که 60 میشه پس این یک ریت تنفس بلند است. طفلی که از دو ماه الا 12 ماه باشه 49 تا الا 49 نرمال است، اما زمانی که 50 میشه 50 تکیپنیا یا ریت تنفس بلند حساب میشه. و بالاخره طفل که از 1 تا 5 سال باشه درجه 39 درجه نرمال است، وقتی که 40 میشه پس تکیپنیا میشه. پس فرض مثال اگر که طفل که یک ماه است پیش شما مراجعه میکنه با تعداد ریت تنفسش 65 یا 70 است، پس شما اینو گفتم میتونیم که ریت تنفس زی بلند است، و ما باید با تفتیش حساب کنیم که ریت تنفس چی است. بالاخره دکتر با شما بخش های دیگه هم داریم که عبارت از تایپ اف ریسپایریشن است. شما میفهمید که در تنفس نرمال شما در بارش معلومات دارین، اما بعضی از تنفس ها هست که غیر نرمال و هر کدام یک مرض نشان میده. فرض مثال اسیدوتیک ریسپایریشن، فرض مثال شینستوک ریسپایریشن، یا دیگه تنفس ها هست که یا کاسمال ریسپایریشن، که هر کدامش در بارش شما باید معلومات داشته باشید و بفهمید که در کدام همراز کدام نوع ریسپایریشن موجود میباشه. و بالاخره ما شما درباره ازی بفهمیم که چی کدام وقت تنفس ها بطنی می باشد، کدام وقت صدری می باشد، طبعا این نرمال می باشد که تا زمان که کدام پتولوژی داشت نبینیم. با تفتیش ما شما باید سیانوز ببینیم. دکتر با شما دوباره سیانوز معلومات داریم که سیانوز محیطی چی است، مرکزی چی است، محیطی چی را نشان می ده، مرکزی چی را نشان می ده، کدام امراض کدام سیستم ها است که باید سیانوز می شه. یکی از سیستم هایی که باعث سیانوز پیش اطفال میشه عبارت سیستم تنفسی است، که یادمون را هر مریضی که سیانوز داشته باشه باید از نظر سیستم تنفسی او را درست معاینه کنیم. و بالاخره نظر فلارین یا امو علنازی میگه که قسمت بینی زمانی که پرش ها و حرکات غیر نرمال پیدا میکنه، یه برام نظر فلارین یاد میکنه. دکتر سایبای محترم چی نشان میده نظر فلارین؟ هر گاه پیش یک طفل شما نظر فلارین نشان میبینین و در اینسپکشن یا تفتیش، پس شما حد زده میتونین که این طفل مشکلات تنفسی داره که عضلات خارج از تنفس هم به کار افتاده. سعی دکتر با فرض مثال چست دروینگ یا چست ریتراکشن، که زمانی که قسمت سفلی صدر در زمان تنفس یک فرو رفتگی پیدا میکنه که او عبارت است اما فرو رفتگی حجاب عاجز است، که در زمان تنفس پیدا میشه به این مانا که عضله حجاب عاجز و همچنان عضلات بین الزوری هم شروع به کار کرده تا بتونه تنفس نرمال بسازه، که یک حالت چی است؟
نهایت خطرناک و یک حالتی است که استرس تنفسی رو نشان میده. پس هر کدامش معیارها داره. زمانی که ما فرض مثال ما شما یک طفل WHO با ما شما میگه زمانی که یک طفل شما میبینین از نظر تنفس که ای سینه و بغل یا نمونیا داشته باشه، شما کلاسفیکیشنش از این گپ ها میکنین که نمونیاس سیویر نمونیاس یا ور سیویر نمونیا. هر یک طفل سیانوز داشته باشه پس سور ور سیویر نمونیا شما قبول میکنین، اما اگر چست اندرامینگ تنها داشته باشه مثلا سیویر نمونیاس، یعنی هر آن چیزی که ما شما تفتیش نشته میکنیم تمامش گپ هایی است که ما شما دبارش بسیار متوجه باشیم. دبارش شیپ افت چیست؟ دبارش شما دکسه باش شیپ افت چیست؟ میبینید که چیست نرمال چیستی است که هیچ کدام پاتولوژی نمیداشته باشه، نرمال شیپ داره، یعنی به ایمان نه کدام فر رفتگی نه کدام برستگی میداشته باشه. بعضی امراض است که هیچ نمیتونه، یا بعضی از امراض است که شکل صدر در اون نرمال میباشه. فرض مثال یک چیز به نام کانسولیدیشن، شما باز دبارش کانسولیدیشن معلومات بگیرین، یا کاویتیشن. یعنی کانسولیدیشن و کاویتیشن امراضی است که امراض تنفسی است که در او شکل چست نرمال باقی میمانند، اما بیرال شپ چست یا شکل بیرال مانن که قطر قدامی خلفی با قطر مستعرض مساوی میشه. فرض مثال یک طفل که مساوی برانشیال است ما، یا بالاخره یک شخصی که مساوی سی او پی دی باشه، در او بیرال شپ چست پیدا میشه. هرگاه ما شما یک چست میبینیم که در او لوکال بلجنگ باشه، یعنی چی مانا؟ یک برآمدگی در چستش موجود باشه، پس ما شما زیادتر به طرف پراولر ایفیوژن و نوموتراکس فکر کنیم. یعنی هر آن چیز از خود یک حکمت داره که ما شما میبینیم و بفهمیم. یا لوکال فلاتنینگ داشته باشه، وقتی که یک چست شما میبینین، میبینین که در یک طرف فرو رفتگی است، شما تفتیش میکنیم که طرف راست صدر یک فرو رفتگی داره به طرف داخل و نسبت به طرف چپ، پس شما این فکر کردن میتونین که شاید امو طرف یا کلپس داشته باشه و یا هم مصاب فایبروز شده باشه. بالاخره شیپ اف د چست پیجن چست، که پیجن چست یا چست کبوتر مانند به نام اتوم هم یاد میکنه زمانی که چیسته استرنوم بلج میشه، هم بعضی امروز نشون میده. و بالاخره هریسن سلکاس کیفوزس اسکولیوزس و ریکتروسری که تصویر برتان نشون میدم، این یک هریسن سلکاس است یا هریسن گروو است. در جایی که دیافراگم اتچ است در اومونجا به صورت دوامدار چست فرو رفتگی داره، یکی چست اندرامینگ است که در زمان تنفس پیدا میکنه، در غیر از اون نرمال است، اما یکی هریسن گروو است. طفل به صورت دامدار چی داره؟ یک فرو رفتگی در ناحیه ارتکاز دیافراگم داره که یک حالت پاتولوژیک است. این یک نارمال سپاین است، اما اون یک کیفوز داره. شما اینو ببینید، اینی شخص مصاب اسکولیوز است. ببینید که ستون فقرات به کدام طرف چی داره؟ انحنا داره. هر کدامش باید در سیستم تنفسی شما ببینید و نشته کنین که این طفل مصاب اسکولیوز است، این طفل مصاب کیفوز است، یا این طفل مصاب لوردوز است. و بالاخره دکتر با دیگه چیزی که هست عبارت از گرانتینگ و استرایدور است. چی از گرانتینگ و چی از استرایدور دکتر با؟ باید فرقش رو بفهمین. گرانتینگ یک آواز زجرت دهنده است که طفل زمانی که نمیتونه با اموریه هایی که داره، یه هایی که مصابه است، نمیتونه تنفس به صورت درست تامین بسازه، پس طفل یک نوع آواز زجرت دهنده را از خود میکشه که به نام گرانتینگ یاد میشه. اما استرایدور چیز اکسه با؟ استرایدور یک آواز خشنی است که از سبب مشکلات یا بندش های طرق تنفسی علوی به وجود می آید. یعنی اگر ما بگویم که استرایدور منشش در قسمت علوی سیستم تنفسی است، نه در قسمت سفلی. میم سر پلپیشن دکسه با، می فهمید که پلپیشن های زحمت بسیار زیاده در چی نداره دکسه با؟ در خود سیستم تنفسی نداره، اما باز هم مشمو بعض چیزها را در پلپیشن میبینیم. اول چیست؟ موقعیت ترخیا یا موقعیت شزن است. موقعیت شزن دکسه با در بعض حالت ها ببینید دکسه با، اینی را شما خوب دقیق ببینید دکسه با، اول ببینید نشته کنه که position of ترخیا in x-ray. شما ببینید که یک ترخیای نرمال در x-ray در امی عکس چپ ما شما که است، ببینید که اون اینمی ترخیا در خط متوسط باید قرار داشته باشه، نباید به کدام طرف دیر. بعضی آفات است مثلا کولپس و فایبروز است که اینمی ترخیا را طرف خود کش میکنه، و بعضی حالت ها است که ترخیا را به طرف مقابل بیجا میسازه. فرض مثال نوموتراکس و انسباب پلورا که شما اینجا ببینید که changing position of ترخیا، شما ایدو تصویر خوب درست ببینید که در یکش اون ترخیا به شکل سیاه در خط متوسط قرار داره، واضح معلوم میشه، اما در بخش دیگه ببینید دکتر با که پوزیشن ترخیا چن شده و ببینید که ترخیا به یک طرف چی شده؟ کش شده. اینه می تمامش.
دوکسبا دیگه اپکس بیتا از دوکسبا. شما اپکس بیتا یا اموره به نام پی ام آی یا پاینت آف مکسیمم امپلس یاد میکنه که لوکیشن یا موقعیت نرمال اپکس بیت در مسافه بین ضلعی چهارم در قسمت مید کلاویکولر لاین چی میشه؟ شنیده میشه به صورت نرمال. اما دکتر صاحبای محترم بعضی حالت هاست که موقعیت اپکس بیت تغییر میده که شما باز دوباره ازی بخیر چی میکنیم؟ گپ میزنیم. دوم چی هست؟ حرکات صدر دکتر صاحبا یا چیست؟ موومنت است. دیده شبه که حرکات صدر نرمال است، یعنی آیا هر دو طرف صدر به صورت مساویانه در تنفس اشتراک میکنه یا نمیکنه، یا یک طرف حرکاتش نرمال است دیگه طرف نیست. فرض مثال در کانسولیدیشن، در کاویتیشن، کولاپس، فایبروزس و پلورال فیوژن و نوموتراکس چست موومنت از دیکریز. معلوم دار که پس که حرکات صدر در مون آیا چی میشه؟ پایین میایه. فرض مثال یک طفل در طرف راست خود کولاپس داره، پس شما مطمئن باشین که در طرف راست حرکات تنفس نرمال است نیست. در مو طرف راسته که کلاپس داره، پس حرکات نرمال نیست و نسبت به طرف چپ چی هست؟ حرکاتش مبهم است و بالاخره اکسپنشن یا توسعه رو میبینین. زمانی که شما در اتساع صدر گپ میزنین از هر دو نوکسیدی هم میماینه میشه، فیته خاص داره، یعنی به صورت نرمال یک چستی که نرمال باشه. زمانی که شما فیته رو بگیرین وقتی که اکسپنشن یا توسعه میکنه حداقل باید 3 سانتی متر کلان شوه صدر. و بعض حالت های است که مثل کلاپس، فیبروز یا کانسولیدیشن که این می حالت چی میشه دکتر سیبا؟ پایین میاد و بالاخره وکل فورمیتوس که شما امو اهتزازات هوایی یا صدایی را در طرف راست و چپ باید توسط هر دو دستان چی کنین؟ همین اهتزازات شما باید معاینه کنین. در بعض حالت ها این اهتزازات در یک طرف کم میشه، صحیح نه؟ فرض مثال اگر کانسولیدیشن باشه، پس on the affected side مثلا در کلاپس باشه، اینمی حالت یا اینمی وکال فورمیتوس در ناحیه که کلاپس داره، اینمی صداها یا اهتزازات چی میشه؟ پایین میشه. و بالاخره دکتر سیبا شما در پرکژن باید بسیار معلومات داشته باشیم. زمانی که ما قرع میکنیم یک صدر که نرمال باشه، آوازش به شکل وضاحت یا رزونانت است. زمانی که یک طفل نو موتوراکس داشته باشه، پس در قرع شما هایپر رزونانت میبینید. زمانی که یک طفل استما، اسپایریشن یا فارن بادی داشته باشه، باز هم شما هایپر رزونان در اونجا قابل سم است. البته در خلال یک پلاورایی که زخیم باشه، شخصی که کولاپس داشته باشه، شخصی که کانسولیدیشن یا فایبروز داشته باشه، در اونجا شما دلیل سم میبینید و بالاخره در پلاور یا فیوژن تو میدن است. با از مزرع دکتر صاحب محترم که نمیشه که ما شما هر گپ اینجا علاجی کنیم، یکی خود درس ها به شکل زوری نیست و وقت های ما شما اینجا بسیار کم است. دیگه نمیشه که هر آن چیز ما بسیار وضاحت بتیم و مطمئن هستیم شما قرع تفتیش و ای گپ ها را شما در سمسترهای قبلی خواندین و چون سمسترهای آخرتان است، انشاءالله به ای گپ ها شما معلومات بسیار کافی دارین. و بالاخره در اسکلتیشن شما زمانی که سیستم تنفس اسکلتی یا ازغام میکنین، ویزیکول و برانشیال بریتینگ ساوند است. دکتر سیبا شما باز هم تکرار میکنم به خاطر از اینکه صداهای تنفسی را بسیار درست بفهمین که یعنی اتو نیست که یک صدر نرمال آواز نداشته باشه. یک صدر نرمال آواز داره، سه از این سه آواز باید خالی نیست که یا ویزیکولار بریتینگ ساوند است یا برانشیال یا ویزیکول و برانشیال است. اما هر کدام از خود در صفحه شهیق و ظفیر در طولانی مدتش هر کدامش در کدام ساحه شنیده میشه، یه از خود اوصاف مختلف داره. اگر گپ بزنیم بسیار وقت سپری میشه، شما دوباره این معلومات کنین. یعنی بعضی وقت صداهای نرمال که مثلا فیزیکولر است در اون جایی که باید شنیده شوه، از اون جای در یک جای مختلف دیگه شنیده میشه، این پاتولوژیک است. بعضی وقت انسپایریشنش نسبت به اکسپایریشن شدید میشه که باز هم پاتولوژیک است. یعنی بعضی حالات هست که اینمی صداهای نرمال چی میته؟ اول صداهای نرمال تغییر میته و بعدن ما شما بعضی از گپ های دیگه داریم که او عبارت از respiratory added sounds یا آوازهای اضافی تنفسی است که عبارت از رانکای، کرپتیشن، پلورال لب، ویزینگ است که شما هر کدامش دبارش باید معلومات داشته باشیم و دبارش بدان و شما دبارش هر کدام باید معلومات داشته باشیم و امشالا شما میفهمین که رانکای چی است، کدام نوستا است. یک تعریف کوتاه از رانکای میکنیم، میگم که رانکای یک آواز موزیکال متداوم است که از سبب
عبور هوا از قصبات تنگ باوجود میه، ایده شما میفهمین انشاءالله. و ویز میگن که ویز عبارت از یک های پیچ رانکای است، یک رانکای که دارای پیچ یا تون بلند است، که فرق رانکای ویز ای است که ما شما رانکای با آسکولتیشن توسط استاتسکوپ میشنویم، اما ویزینگ بدون استاتسکوپ همراه گوش قابل سمع میباشه و همچنان کرپتیشن هم شما میفهمین دکسه با کرپتیشن چینه و آواز است از سبب چی باوجود میه؟ اونمو حبابات هوایی زمانی که در داخل الویه ها میترقه و وصفش شما میفهمین، ضرور نیست دوباره زیاد کپ بزنیم. و همچنان پلاور لا رپ هم آواز غیر نرمال تنفسی است که از سبب پولورایتس به وجود میاد. ما شما باید معلومات داشته باشیم. مگ مثال شده کتاب شما ذکر کرده، فرض مثال ما شما یک ویزینگ میبینیم، آیا ویزینگ مشنویم با گوش های خود؟ باید به کدام امراض فکر کنیم؟ اگر ویزینگ یک طرفه باشه یا یونیلترال باشه، در یک ساید باشه، زیادتر زیادتر در فورن بادی اسپایرشن میباشه. اما اگر ویزینگ دو طرفه باشه، معمولا در امراض مثل برونشولایتس و استما شینده میشه. کرپتیشن با دو نوع است، که فاین کرپتیشن نظر به وصفش و دیگه کورس کرپتیشن، که فاین کرپتیشن در پولمونری ادما و فایبروزینگ الولایتس شده میشه، و کورس کرپتیشن که بسیار عام است که در نمونیا و برانشیوتاز ما شما کورس کرپتیشن میشنویم. و اینی فرقای است که فاین کرپتیشن مثلا لاودر یا کم بلندتر است، زیاد دوام میکنه و کانتینیوس، اما کورس کرپتیشن دیسکانتینیوس یا متداوم نیست، بریف یا بسیار کوتاه و بلند نیست. هر دوش آواز های بابلینگ است. وقتی ما شما در سیستم کاردیوواسکولار میم، باز هم ما شما باید هر بار پلس طفل که میبینیم باید ریتش بفهمیم، ریتمش ببینیم، والیوم و کرکتر پلس باید بفهمیم که چی رقم است. دکتر صاحب محترم زیاد تشریحات اگر بدیم باز گپ جدا میشه. ما شما پلس ها را در ناحیه مختلف باید ببینیم که آیا این پلس رادیال است یا فیمورال است. شما دکتر صاحب یک چیزی را باید بفهمید که شما پلس های هر دو جایه، یعنی رادیال همراه به فیمورال، در عین وقت ببینین جذب کنین، که در عین وقت باید هر دوی از یا قابل جذب باشه. هر زمانی که دکتر صاحبای محترم دیلی یا تاخیر در این دوره نبض واقع میشه، اول شما نبض رادیال جذب میکنین، باز نبض فیمورال، پس بفهمین که دیلی یا تاخیر در بین از این دوتا دوباره بعضی از پاتولوژی هایی که در اورتا باشه، در اورتا است با مشمون نشان میده. و بالاخره کلاپسینگ پلس هم در برش معلومات داشته باشین، یا ببینین معلومات کنین، هم ببینین بلاد پرشر یا فشار طفل باید معاینه شوه، که در این مشمون ببینیم که بلاد پرشر یا فشار اطفال یک طفل که از 1 تا 3 ماه باشه، سیستولیکش 75 مثبت منفی 5 و دیاستولیکش 50 مثبت منفی 5، و اندازه کف به خاطر از اینکه با ما شما سود و هایپرتنشن و سود و هایپوتنشن نشان نده، باید اندازه کف 2.5 سانتی متر باشه، که بسیار مهم است. و اما تو 4 تا 12 ماه و 1 تا 8 سال هم ببینین و فشارهایش بفهمین که کدام وقت ما شما گفته بودیم که فشارهای پایین یا فشارهای بالا پیش اطفال، که بله وجود داره. پس اون موقع پس دکتر با شما وقت که اینسپکشن یا تفتیش میکنین، تمام نواحی قلبی را ببینین، آیا ببینین حرکات قلب چی رقم است، با چشم ببینین که آیا طفل حرکات قلب بسیار شدید است نیست، آیا کدام بلجینگ یا ریتراکشن در ناحیه قلبی موجود است نیست، آیا کدام اسکار موجود است یا نیست. پاینت آف مکسیمم امپلس یا اپیکس بیت خبرتان گفتم که در اونمو مسافه بینزولی چهارم است، شما ببینین با جسم کرده میتونین، حتی با چشم هم اونمو ضربات اپیکس بیت شما دیده میتونین که در کجا است. و بعضی حالت هایی که انمی اپیکس بیت تغییر میده هم وجود داره. دسپینیا باید دیده شوه، سیانوز باید دیده شود، و بالاخره پیلر یا کمخونی پیش طفل یا خسافت پیش طفل دیده شود. اپکس بیت پوزیشن اند کراکتر دکتر با شما بعض حالات ها را داره که دوام چت میکنه. هیوینگ، هیوینگ چیه دکتر با؟ اپوارد و پوش آنیور هرت، و زمانی که حرکات قلب به این اندازه شدید شود که دست شما را به طرف بالا و به طرف بیرون تیله کنه، که یک حالت نرمال هم بوده میتونه، در حالت هایی که مثلا طفل بسیار فعالیت فیزیکی کرده باشه، و در بعض حالت های اب نرمال هم است. و شما باید درباره لوکیشن خود اپیکس بیت فهمیدین، و باید این هم بفهمید که کدام حالت ها است که موقعیت اپیکس بیت از اونها هیچ تغییر میده. نرمالی را گفتیم که اپیکس بیت در کجا موقعیت داره، اما بعضی حالت ها وجود داره که اپیکس بیت به طرف راست و چپ چی میده؟ تغییر میده. هرگاه اپیکس بیت به طرف چپ انتقال یافت، پس ای به این مانو داره که طفل شاید کاردیومیگالی، سکولیوزس یا پکتوس اکسکاواتوم داشته باشه. زمانی که اپیکس بیت به طرف راست انتقال میکنه، امکان داره که قلب طفل طرف راست باشه، این به نام دکسترو کاردیا یا دکسترو پوزیشن یاد میکنه، امکان داره طفل پلمونری فیبروز داشته باشه، و یا بالاخره
فتق اجاباتی داشته باشه که درباره ازی شما کم کم معلومات باید داشته باشه. اپکس بیت مال پوزیشن براتون همیان کم کم گفتم. و بالاخره یک چیز به نام تریل، وقتی که شما جست میکنین بعضی مرمرها نه تنها شنیده میشه، بعضی مرمرها چی میشه دکسه با؟ بعضی مرمرها قابل جست میباشه که به نام پالپیبل مرمریات میکنه، اما درجات مختلف داره. گرید یک ببینین، نوشته کده وریفنت، بسیار بسیار ساده و بسیار کم شنوا است، یعنی بسیار امو تونش بسیار پایین است. چی است؟ میدیم انتنسیتی داره، شدتش متوسط است. گرید سه چی است؟ لاود نو تریل. در گرید سه چی است که بسیار صدای مرمر بلند است اما هیچ کدام چی نداره؟ کدام جس نمیشه. و گرید فور وقت که میگم گرید فور خطرناک میشه که هم لاود و تریل، هم صدا به این اندازه بلند است شما بدون از اینکه استسکوپ یا بسیار نزدیک استسکوپ بانین بشنوین، و تریل هم داره، یعنی چی داره؟ اونمو جس هم میشه. و گرید پایین قسمی است که اودیبل بای تاچ آف استسکوپ تو جس، یعنی اینقدر بلند است زمانی که شما بسیار استاتسکوپ معمولی در چستش میمانین صدایش همش نمید. پس به این مانا که این مرمر بسیار چی است؟ بلند قابل شنوا است که خطرناک است. و گرید شش چی است؟ که حتی بدون استاتسکوپ هم یک مرمر شنیده شوه. زمانی که یک استاتسکوپ بدون مرمر شنیده میشه گرید شش است. وقتی که ما تریل میگم دکسه با در تریل نشته کردیم پلپی و المرمر که ای ضرور نیست. تریل یک مرمر بلند را میگه اصلا. تریل چی را میگه؟ مرمر بلند، یعنی یک مرمر که هم بلند باشه و هم قابل جذب باشه، این هم مشمو تریل گفتم میتونه. اما زیادتر زیادتر اینجا درباره انتنسیتی یا شدت چی هست؟ درباره شدت خود مرمر مشمو گپ میزنیم و بالاخره مشمو پرکشن یا میتونیم که قهر خودم انجام بدیم که بتونیم کاردیومیگالی، پرکاردیال فیوژن یا دیسلوکیشن اف د هرد ببینیم که قدر قابل اهمیت نیست. و حرف چیست بفهمین که آیا امو اس یک اس دو یا عواز های اول دوم تنفسی است، وجود داره نداره، انتنسیتیشان چی رقم است، آیا کدام گلوپی ریتم، کدام استوری، کدام عواز مرمر است یا نیست، یک گپ ها را تمام شما باید نوت کنیم. یک چیز را در کتاب شما گفته برام اینوسنت مرمر یا مرمر که دکتر سپ چیست از لحاظ انگلیسی اگر ما اینا کنیم که یک مرمر بیگناه، آیا ای تو کدام مرمر وجود داره که ما شما سرش بگیم که ای از سبب مشکلات در قلب نیست یا قلب مشکل نداره؟ بله، هرگاه همین ده دانه اس در یک شخص مرمر داره، همراهش ده دانه اس داره، پس شما مطمئن باشین که ای یک اینوسنت مرمر است، قابل تشویش نیست. سیمتوم فری، هیچ نوع اعراض آلرژی باید نداشته باشه، نه کدام سیانوز بده، نه کدام دیسپنی بده، و همیشه باید این مرمر سیستولیک باشه، از لحاظ مدت باید شارد باشه، از لحاظ انتنسیتی سافت باشه، بسیار نرم باشه، سمال ایریا هرت، یعنی فقط در یک ناحیه از قلب شنیده شود، در تمام چست شنیده نشه، اسپلیت سکند ساوند یا تضاعف صدای دوم پیش موجود نباشه. شما درباره اسپلیت سکند ساوند باید معلومات داشته باشین. شما میفهمین که صدای دوم قلب که از دوپسبا متشکل از دو جزء است. صدای دوم قلب چی هستن؟ متشکل از دو جزء است که اینه برای برنامه چیاد میکنه E2 و P2 است. E2 که از سبب بسته شدن اورتیک والو و P2 از سبب بسته شدن پولمونیک والو است. این دو صدا مشترکن، صدای دوم هم میسازه، اما تأخیر در بین دو صدا وجود نداره، سپلیت نیست، جدا نیستن، باید هر دوش در این وقت شنیده شود. هرگاه سپلیت سکند ساوند شنیده شود پس او یک صدای غیر نرمال است. پیش از این باید سپلیت سکند ساوند موجود نباشه، استرنال دپرشن نداشته باشه، یعنی کدام دپرشن در ناحیه استرم نداشته باشه، نو ادر اب نورمال ساین، هیچ نوع ساین اب نورمال دیگه نداشته باشه، استینگ و استندینگ، یعنی اینمی مرمر که است کدام ارتباط با نشستن و استاد شدن نداشته باشه. و بالاخره تمام اسپیشال تست هایی که ای سی جی چست اکسری و ایکو است نورمال باشه، پس اینمی یک مرمر به نام اینوسنت مرمر میکنه که بسیار و ندرت پیش اطفال شنیده میشه. و بالاخره دکتر سیبای محترم شما پریکاردیال رپ هم میشه که آسکولتیت شوه یا او را ما شما ازغا کنیم در خود بلاخره در لنگز ما شما ببینیم، و بخاطر سی چف و بعضی گپا ما شما باید بسیار اگزماین ببینیم. و بلاخره دکسه ما شما اوزایما را باید ببینیم که آیا اوزر ما در ناحیه سکرال و انکل وجود داره نداره، بخاطر هیپاتومیگلی و اسپلینومیگلی
چون امراض قلبی باعث هیپرتیمیگلی و اسپلیمیگلی میشه، پس تمام این گپ هاییست که ما شما در بخش قلبی باید چیکنید واسه با مد نظر داشته باشیم، و بالاخره در بخش گاسترو اینتستینال در انسپکشن در بخش بعضی اسکارها هست یا نیست، شما باید تمام تفتیش تانه به خاطر هرنیا، به خاطر اسکار، به خاطر یک برجستگی و فرو رفتگی انجام بدین و تمامش باید در او بخشش کنید که این گپ وجود دارست. در پلپیشن معمولا میگه در سیستم هضمی شما باید اول آسکولتویشن کنین باز پلپیشن، چرا که اگر بعضی گپ ها موجود باشه که او با پلپیشن شما خراب نشه. پلپیشن باید بسیار با تکنیک انجام شود. شما مطمئن هستین؟ مطمئن هستین شما این گپ ها را در کلینیک خواندین و عملی مشاور کار کرده باشین؟ آهسته آهسته شما پلپیشن باید انجام بدین، تمام امو قسمت های بدن که شما به نوعی تقسیم کردین تندرنس هم میبینین، درد هم میبینین، پلپیشن شما انجام بدین بخاطر کدام کتلی موجود نباشه، و بالاخره پرکشن به خاطر شفتن دلنس و فلوید ترین انجام بدین. شما میفهمین زمانی که پیش یک شخص یک طفل اسایتس موجود باشه چند راه وجود داره که شما با او توسط قرم اولو میکنین که شفتینگ دلنس و فلوید تریلس اگر قسمت بود و درس های زوری شروع شد بخیر، ایره باز هر کدام بشه براتان با درست بود بخیر تشریح میکنیم، و بالاخره آسکولتیشن به خاطر صداهای تنفسی، به خاطر رکتال اگزامینیشن و نواحی ایجان و نواحی تناسلی رو باید از یک طفل معاینه شود که نواحی تناسلیش کدام مشکل نداشته باشه، حتی نوزاد ها امپرفونیتد انس نباشه و ناحیه تناسلی کدام سوی شکل نداشته باشه. تمام گپ ها را شما باید معاینه کنید و ببینید. دکتر محترم لکچر دوم ما همینجا ختم میشه. لکچر به تعقیب دکتر با سیستم عصبی هم در کتاب شما شامل است، اما من کتاب براتون باز گروپ روان میکنم. بخش عصبی مس است، به جای بخش عصبی ما شما بعض رفلکس های را که پیش نوزادها میبینیم بخیر به جای از او را مطالعه میکنیم. یس لکچر دوم.